درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه رابطه مستقیمی هست بین گناه و بلا رابطه مستقیمی هست بین گناه و بیماری سال هاست که روحانیون همچون این یکی تلاش می کنند به مردم بباورانند که اگر مرتکب گناه شوند بیماری های همگیر و بلاهای طبیعی افزایش پیدا می کنند. اما واقعیت آن است که این روحانی احتمالاً مانند بسیاری از روحانیون دیگر به هیچ یک از حرفهای خودش باور ندارد چرا که طبق اسناد و مدارک افشا شده او سالها دست به کاری زده که طبق آموزه های اسلامی نه تنها یکی از بزرگترین گناهان است بلکه شدیدترین مجازات ها را به دنبال دارد فساد اخلاقی بی افتی. این آخوند حجت الاسلام مهدی حق شناس نام دارد او تا چندی پیش معاون نهاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان بود طبق دو ویدیوی منتشر شده توسط رادیو گیلان حجت الاسلام مهدی حقشناس با مرد دیگری رابطه جنسی داشته احتمالا برای بسیاری شوکه کننده است که بدانند حجت الاسلام مهدی حقشناس در عین حالی که متعهل بوده نه با یک مرد غریبه بلکه با باجناقش رابطه جنسی داشته در یک ویدیوی منتشر شده توسط رادیو گیلان که ما قادر به بازپخش آن نیستیم فردی که با جناق مهدی حقشناس معرفی شده در تخت خواب در حال خود ارزایی است در کنار او فردی است که رادیو گیلان میگوید حجت الاسلام مهدی حقشناس است که لحظاتی بعد برای آمیزش جنسی لباس زیرش را بیرون میآورد روایت داریم از امام رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام میفرمایند که هرگاه در جامعه ای گناه انتشار پیدا بکنه گناه جدیدی به وجود بیاد خداوند تبارک و تعالی هم بیماری جدیدی بر مردم آرز میکنه ویدیوی دیگر متشه شده توسط رادیو گیلان این یکی است که گفته شده پیام های حجت الاسلام مهدی اخشناس و باجناقش را نشان میدهد در این پیام ها دو باجناق جناق ضمن رد و بدل کردن پیام های جنسی در تلاشن تا برای دیدار عاشقانه قرار بگذارند با جناق به او میگوید که برادرش شهرام قرار است فردا به مسافرت برود و آنها می توانند به خانه او بروند. حجت الاسلام مهدی اقشناس میگوید همسرش را به قول خودش پیچانده و امشب وقت دارد ولی با جناق او را قانع می کند که روز بعد همدیگر را ملاقات کنند. حجت الاسلام مهدی اقشناس در این پیام ها همچنین به باجناقش میگوید فیلتر شکنش کار نمی کند و برای او چند کلیپ پرن بفرستد تا او بتواند خود ارزایی کند. جالب اینجاست که حجت الاسلام مهدی اخشناس از جمله افرادی بوده که برای مقابله برای سرکوب مردم به ویژه زنان و دختران مخالف هجاب اجباری نیروهای هوادار حکومت را بسیج می کرده. منطقه فضای بندر انزلی فضای خاصیه به لحاظ این که به شدت توریستیه همه دوستان بزرگواران آشنا هستم من توضیح نمیدم وقت گرفته بشه آسیب های فرهنگی جدی داره نوع نگاه مردم به لحاظ هم مرز بودن با روسیه و آذربایجان آزار... نگاه خاصیه و ارزم بزرگ شما یک سری درگیری های خیلی خاصی داریم توش خب ما مجموعه رو به این صورت تعریف کردیم یه کادر اداری تعریف کردیم یک اتاق عملیات تعریف کردیم و یک کارگروه ها کادر اداری که مشخص حالا پشتیبانی و مالی و فلان ها تو بحث ارزم تو اتاق عملیات ما به لحاظ شرایط بندر انزلی که آبستن حوادث مختلفه چه مسائل سیاسیش چه موارد مختلف ما نیاز به یک اتاق عملیات داشتیم که این اتاق عملیات بتواند تو جبهه مردمی و کف جریانات مردمی اتفاقاتی که افتضاعی به وجود میاد رو مدیریت کن رادیو گیلان میگوید بین حجت الاسلام مهدی حقشناس و با جناقش اختلاف افتاده و با جناق برای انتقام از حقشناس پیام ها را منتشر می کند نهایتا کار به دادگاه روحانیت کشیده می شود اما با دخالت آیت الله رسول فلاحتی نماینده خامنه ای در استان گیلان و امام جمعه رشت موضوع ماسمالی می شود. من فیلمو از همین ایشون گرفتم. پیمان بهبودی سردبیر رادیو گیلان پیش از انتشار این ویدیوها توضیحاتی را درباره آنها منتشر کرده بود. ما این روزا وقتی که گزارش این آقای سقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان رو منتشر کردیم از سنگ صدا درآمد ولی از جناب آقای آیت الله فلاحتی یار غار جناب آقای سقتی فلاحتی رو که فکر کنم همه بشناسید دیگه ایشون امام جمعه رشت هستن و نماینده خامنه ای در استان گیلان خیلی هم به روابط نزدیک داشتن با جناب آقای سقتی الله و ال من اون بحث مثبت 18 اصلا بهش نگاه نمی کنم. شاید به مزاح هم الان عرض کردم خدمت شما اما به هر حال همه انتظار داشتن از این مردک که وقتی بلند میشه میره افتتاح یک جشنواره در یک سالن که همایش که چهار تا دونه بچه زیر سن نشستند و حالا اون هجاب اختیاری رو دارند برمیگرده به همه اونها میگه من از شما متنفرم وقتی این حرف رو میزنه و فیلم شنی غیر اخلاقی لواته مدیر کل فرهنگ و ارشادش که رئیس افاف و هجابش هم در استان گیلان هست پخش میشه و هیچ گونه عکس عملی ما از این مردک نمیبینیم ما به جبران این عدم عکس جناب آقای آیت الله فلاحتی نماینده آقای خامنه ای در استان گیلان بعد از این یکی دو روز که شما تفریحات خودتون رو رفتید و انجام دادید و آمدید به خانه و منتظر هستید که در فضای مجازی یک گزارش توپ انفجاری ببینید قرار ما یک ویدئوی توپ براتون از جناب آقای حقشناس و با جناقشون که معافن جناب آقای آیت الله فلاحتی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند رو براتون پخش بکنیم از الان آماده باشید یعنی من بعد از اینکه این, این ویدیو رو منتشر کردم گزارشش رو رفتم تمام اخباری که حول محورش هست و اسنادش هست و چتهاشون هست و ویدئوی مشمعز کننده و شنیعشون هم هست میخوام ببینم باز هم این جناب آقای آیت الله فلاحتی سکوت اختیار میکنند یا نه این بار دیگه مجبور میشن چون ایشون به هر حال معاونشون هست و نمیتونن از زیر قضیه در برن من بسیار بسیار علاقه مندم که ببینم این مردک واکنشش در خصوص این ویدئو چه خواهد بود پس هیچ جا نرید همینجا بمونید در و گیلان ما حالا حالا با اینها کار داریم و برنامه های بسیاری در چنده داریم که یکی یکی داریم رو میکنیم پس منتظر بمونید ما با سه مسئله بسیار مهم درگیریم مسئله اول عادی شدن و ترویج گناهان اجتماعی مسئله دوم ترک امر معروف و مسئله سوم قفلت از خدا افشاگری های هفته های اخیر درباره روابط همجنسگرایانه مقام حکومتی در حالی اتفاق افتاده که در کوچه ها و خیابان کشور همچنان تعرض و خشونت به زنان و دخترانی که حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستند ادامه دارد. <applause> بسیاری از خود میپرسند چگونه است که این دلواپسان حزب حامی حکومت که به خاطر چند تار موی زنان و دختران به شدت تحریک و براشفته میشوند از اخبار منتشر شده درباره روابط همجنسگرایانه مقامات براشفته نمیشوند در کوچه و خیابان برای کتک زدنشان کمی نمی کنند یا برای اعتراض جلوی خانهشان دست به تحسن نمیزنند چگونه است که بازجو خبرنگاران صداسیما آمن سادات زبیپور و علی رزوانی به سراغ رضا سقتی مدیر کل ارشاد گیلان یا حجت الاسلام مهدی اخشناس معاون نهاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان نمی روند تا اعترافاتشان را ضبط و پخش کنند. روسری رو آزاد کن روسری رو الان روسری رو 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 پرسش مهم دیگران است که چند درصد از دیگر مقامات نظام و هوادارانشان برخلاف نسخایی که برای مردم میپیچند برخلاف فشارها و سرکوبها و جنایتهایشان برای اعمال قوانین قرون وسطایی در پشت پرده کارهایی را انجام میدند که طبق قوانین خودشان مجازاتی ندارد جز مرگ سپاس از همراهی شما لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستید. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین Really, they join your thanks. Click on it.